پولس امروز بزرگترین یا از بزرگترین شخصیت های مسیحیت است. شما کلیساهای های سنت پول اینجا و اونجا زیاد دیدید، دست هر سه فرقه مسیحیت، ارتدوکس و پروتستان و کاتولیک بسیار محترم است، مگر پاره از بزرگان که از فراز این مکاتب به مسیحیت نظر میکنن، اونا البته نظرهای دیگری دارن. بودن کسانی که معتقدند که اصلا پولس فاسد کننده مسیحیت بود، مسیحیت رو برد، یک یهودی بود که خیانت کرد به مسیحیت و یک مسیحیت دیگری تحویل نسلهای بعد داد، مسیح رو کاملا کنار گذاشت و خودش ایده هایی رو آفرید و به نام مسیحیت و به اعتبار اینکه عیسی رو در یک ویژن، در یک مکاشفه دیده است، اونها رو در میان نهاد. ببینید مسیحیت امروز، اگر بخواید خوب نظر کنید، حقیقت این است که بیش از این که بر حیات عیسی تکیه کند، بر ممات عیسی تکیه میکند. این نکته خیلی مهم است. یعنی مسیحیت از زمانی که عیسی به دار رفت مسیحیت شد. از اونجا این نکته پدید آمد که او پسر خدا بود، او به خاطر خدا به صورت او در آمد، به خاطر آمرزیدن گناهان مردم فرزندش رو آورد و شهید کرد تا کفاره گناهان باشد و نکته های بسی بالاتر از اینا، همه به دلیل مرگ عیساست و پس از مرگ عیسی این سخنان آمده است و این سخنان تو اناجیل نیست، این همون سخنان پولسه. پولس بود که آمد و این تعلیمات رو داد، گفت عیسی پسر خدا بود، عیسی خود خدا بود، عیسی آمد و به خاطر گناه مردم کشته شد و آمرزیده شد و مفهوم کفاره گناهان، مفهوم گناه اولیه که آدم که نافرمانی خداوند کرد، گناه کرد و این گناه به پای همه فرزندان او نوشته شد که ما باشیم، و لذا با پیوستن به عیساست که ما میتوانیم آمرزش بخواهیم یا مشمول و مستعد آمرزش الهی بشویم. اینا تمام مربوط به پس از مرگ یا پس از به دار رفتن عیساست، در اناجیل نیست و تعلیمات عیسی نیست، هیچ جا عیسی نگفت من پسر خدام آمدم به خاطر شما کشته بشم، مطلقا این سخنان نیست. این سخنان تعلیمات پولس است. او این مسیحیت رو پدید آورد. از همه مهمتر، از اختلافات بزرگی که با مسیحیت داشت، یعنی با اون چی که انجیل است داشت و بعداً پذیرفته شد، یکی مسئله احکام شرعی بود. در واقع عیسی در صریحاً در انجیل داره میگه من نیامدم تا احکام تورات رو از شما بردارم. بعداً پولس این رو تفسیر کرد، گفت این خطاب با یهودیان بود، غیر یهودیان مشمول احکام تورات نمیشن، لذا اگر غیر یهودیان مسیحی بشوند احکام تورات بر آنها واجب نیست. این چنین بود که گوشت حلال رو لغو کرد، کشر که خب یهودیان میخوردن رو امروز هست، ختنه رو لغو کرد و هر آداب و حکمی از احکام شریعت موسی که بود و عیسی گفته بود بر یهودیان واجب است، پولس همه اینها رو لغو کرد و گفت که ایمان و اخلاق در دل است، قانون مربوط به فلش است، یعنی نفس است یا جسم است یا بدن است، و کسی که به روح میپردازد به بدن نباید اعتنا کند. ختنه روح، این جمله اصلا مشهور است از پولس، اگر شنیده باشید که گفت ختنه روح، روح رو باید ختنه کرد، روح رو باید پاکیزه کرد و همه چیز رو به طرف دل، قلب و روح برگرداند. احکام شریعت موسی رو لغو و نسخ و ابطال کرد، مسیحیتی پدید آورد کم و بیش شبیه این مسیحیتی که شما اکنون میبینید و این همون است که در کلیساهای کاتولیک خصوصا ترویج میشود، تبلیغ میشود. مسیحیان به این معنا امروزه مسیحیان. یکی از بزرگان مسیحیت آلمان که آرائش رو میخواندم در این زمینه، در واقع لطف کلامش این بود که پولس عملاً مسیح رو کنار گذاشت و اعتنایی به او نکرد، حرفای خودش رو زد به نام مسیح و تنها دستاویزش هم این بود که با غیر یهودیان سخن میگوید،
و این دین رو برای غیر یهودیان میبرد و لذا اونها حکم دیگری دارند و خدا از اونها انتظار دیگری دارد. مسیحی خیلی دلباخته دلسوخته دو قرن پیش، آقای سورن کرکگار، اگزیستانسیالیست موحد مشهور، ایشون خب سخنان درشتی در باب پولس داره و میگه که افساد کرد یا فسادی در مسیحیت پدید آورد. این تعبیر رو داره، میگه سنفل مسیحیت رو واژگونه کرد. و بعد هم ایراد میگیره به لوتر، میگه لوتر اومد با کلیسای کاتولیک مبارزه کرد. او نمیدونست اولین کسی که مسیحیت رو فاسد کرد پولس بود، نه کلیسای کاتولیک. اگر میخواست با فساد و کجروی در مسیحیت مبارزه کنه باید با پولس میگه.